سلام آقای رام رفیعی، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما زمانه و بیننده های ما گذاشتید. اول از تون اجازه میخوام بپرسم که شما رو تو طول این مسابقه چجوری صدا کنم؟ رام دوست دارید؟ آقای رفیعی دوست دارید؟ چجوری راحت که شما رو معرفی کنیم و با تون صحبت کنیم؟ سلام، ممنون از شما و زمانه که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. رام خیلی خوبه. ممنون. خب رام جان، یکم از خودتون بگید. چه سالی اومدید هلند و فعالیتاتون از چه طریقیه، در چه رابطه ایه، چه خوندید و بالاخره هر چی دوست دارید بگید که ما و بینندهامون بیشتر با شما آشنا بشیم. خواهش میکنم. من خودم که متولد ایران هستم، حدود 6 سال پیش به هلند مهاجرت کردم. دلیل اصلی مهاجرت هم فعالیت‌های حقوق اقلیت‌های جنسی و کویر بود که انجام میدادیم از داخل ایران، و خب این فعالیت‌ها ادامه پیدا کرد. ما در هلند سازمانی رو ثبت کردیم به نام ژوپیا و این فعالیت‌ها رو همچنان داریم ادامه میدیم که مهمترینش همین شرکت در رژه افتخار آمستردام است. به اون میرسیم، ولی شما اسپورین از یک سازمانی به نام ژوپیا که شما اونو در حقیقت بنیان گذاشتید. کمی از این سازمان بگید. ژوپیا به چه معنی اصلا و چه تعریفی براش شما گذاشتین و چه کار میکنه؟ خود کلمه ژوپیا که یک کلمه خیلی قدیمی ایرانی هست و خب در فرهنگ های لغت هم به راحتی پیدا نمیشه، به معنی فرشته پیام رسان هست. کار اصلی که ما در بنیاد ژوپیا انجام میدیم، در واقع سعی میکنیم که گروه های به حاشیه رانده شده، به عنوان مثال همجنسگرایان، دو جنسگرایان، تراجنسی ها که در جامعه خیلی نقش و رنگ پررنگی رو نمیشه ازشون دید، رو توانمند کنیم. این در قالب های مختلفی فعال هست. مثلا ما در قالب رساندن اطلاعات جنسی که خیلی کم هست در رسانه های دیگه فارسی فعالیت میکنیم به صورت آنلاین، و فعالیت های دیگه اگر بتونیم در سطح جامعه در هلند به این افراد ارائه میکنیم. فقط در سطح هلند شما کار میکنید یا به ایران، کسانی که در داخل ایران هستن یا کشور دیگه هم خدماتی دارید که ارائه کنید؟ ما مخاطب اصلیمون به هر حال افرادی هستن که در ایران زندگی میکنن. ما فعالیت هامون از هلند به صورت آنلاین بیشتر مخاطباش در ایران هست. به زبان فارسی هم داریم کار میکنیم و پیغاممون حتی در مورد کارهایی که اینجا میکنیم این هست که کسایی که داخل ایران هستن اینها رو ببینن و بشنون. ولی بیشتر فعالیت های اجتماعیمون در واقع متمرکز هست در کشور هلند. از چه سالی فرمودید فعالیت رو شروع کرد؟ به صورت رسمی و ثبت شده در هلند از سال 2013، ولی ما از سال 2009 از ایران فعال هستیم. فعال است. اگر اشتباه نکنم مرداد ماه دو سال پیش بود که شما برای اولین بار در یکی از مهمترین رویدادهای مربوط به جامعه LGBT در هلند و شاید در جهان به نام ایران شرکت کردید. رژه افتخار قایق‌ها، اون چیزی که گی پراید ما بهش میگیم. درباره اون تجربه سال اول اگه میشه صحبت کنید. میدونم که انتهای اون تجربه خیلی خوشایند نبود، ولی خب این باعث تجربه شد که خب سالهای بعدم شما ازش استفاده کردین و حضور موفق داشتید. ولی اجازه بدین از همون سال، از دو سال پیش شروع کنین. چی شد که اصلا تصمیم گرفتین به اسم ایران یک قایقی رو به آب بندازید تا توی کانال آمستردام در رژه گی پراید شرکت کنید؟ رژه افتخار کویرها یک نماد هست از به رسمیت شناخته شدن، از قبول کردن خود به عنوان یک انسان و از شرمنده نبودن. همیشه این در فکر و ذکر ما بود که کاری کنیم که بچه‌های LGBT از خودشون خجالت زده نباشن، خودشون رو به رسمیت بشناسن و با جامعه بیشتر در ارتباط قرار بگیرن و منزوی نباشن. خب یکی از بهترین کارهایی که این اتفاق رو انجام میده شرکت در رژه افتخار هست، چون که در واقع شما در رژه شرکت میکنید که تمام شهر و کشور دارن این رو میبینن، بسیاری از آدم ها تو شرکت میکنن و به همین دلیل نه تنها از شما زده نیستن و شما رو منزوی نمیکنن، بلکه با دست باز و با دل باز شما رو قبول میکنن.
خب به همین دلیل ما میخواستیم این کار رو بکنیم تا بچه ها این حس رو داشته باشن که همیشه پس زده نیستن و همه افراد به چشم بد بهشون نگاه نمی کنن. در نتیجه ما این سعی کردیم که در رژه افتخار اینجا و در آمستردام که محل سکونت ما هست شرکت کنیم. توی سال اول من خودم بودم در کنار شما. خب قایق نتونست به دلایلی که حالا پیش اومد تا آخر مسیر بره، ولی سال دوم شما خیلی قدرتمندتر شرکت کردید و برنده در حقیقت قایق منتخب شدید در رژه سال 2018. اون چه جایزه بود که شما برنده شدید؟ درباره اون توضیح بدین، فلسفهش چیه و چرا به قایق ایران اون جایزه تعلق گرفت؟ البته من برگردم یه گریز بزنم به سوال قبلی شما، اون هم در مورد اینکه چی شد ما در واقع سال اول نتونستیم مسیر رو تکمیل کنیم. ما در ابتدای مسیر اجازه ادامه رو بهمون داده نشد و ما مجبور شدیم که متوقف بشیم. با اینکه خیلی همه چیز رو سعی کرده بودیم در نظر بگیریم، ما این اجازه رو پیدا نکردیم که ادامه بدیم و خب این خیلی اتفاق غمگینانه‌ای بود برای خیلی ها از جمله خود من، ولی همین باعث شد که ما برای سال آینده با نیرو و انرژی بیشتر و با توان بیشتری شرکت کنیم. و خب همون ایستادن در سال، همون در واقع متوقف شدن در سال اول و خب خبرش منتشر شد، همه هلندی ها این خبر رو شنیدن که این اتفاق افتاده. سال دوم وقتی ما شرکت می کردیم کاملا مشخص بود که همه ما رو می شناسن و همه منتظرن که ما بیایم و از میان کانال ها رد بشیم و همین باعث شد که خود مردم به عنوان بهترین قایق شرکت کننده در رژه افتخار پارسال به ما رأی بدن و ما بهترین قایق منتخب مردم جایزه پوبلیک پرایس رو پارسال بگیریم. و این جایزه باعث شد که شما اتوماتیک بار در پراید امسال شرکت کنید. درست. الان که ما با شما صحبت میکنیم فکر کنم دو سه روز دیگه شما قراره برای سومین بار با نام ایران توی گی پراید شرکت کنید. درباره قایق امسال بگید که چه مشخصه ویژه‌ای داره، چه تفاوتی با سالهای گذشته میکنه و تا اونجایی که من میدونم هر سال یک شعاری هست و شعاری انتخاب میشه. پارسال اگه اشتباه نکنم من قهرمانم بود. درسته. و امسال چه شعاری هست و چه جوری قرار شما شرکت کنید؟ پارسال شعار قهرمانان بود و ما انتخاب کردیم که من قهرمانم. دلیل شعار قایق ایران من قهرمانم. شعار قایق ایران من قهرمانم. دلیلش همین بود که ما اعتقاد داشتیم کسانی که حاضر میشن تمام سختی ها رو پشت سر بذارن و با چهره باز خودشون باشن و روی قایق شرکت کنن واقعا قهرمان هستن. امسال شعار کلی آمستردام پراید هستش، به خاطر داشتن گذشته و ساختن آینده. Remember the past, create the future. و ما از سال اول که در رژه افتخار شرکت کردیم شعارمون این بود که ما آینده رو با دستان خودمون میسازیم. We are making our dream come true. و خب همین شعار برای امسال هم به عنوان شعار خیلی معروف هم از شما تو رسانه هلندی معروف شد که یکی از حاضرین در قایق استندی رو دستش داشت و همین شعار توش نوشته شده. درست درست. پس شما با یک بار دیگه شعار اگر میشه تکرار کنید امسال با چه شعاری شرکت میکنید؟ We are making our dream come true. از شرکت کنندگان امسال در قایق بگید چند نفر قراره با شما امسال روی قایق بیان و تنوع حالا از نظر کشورهای مختلف هست یا فقط از ایران هستن؟ چه ترکیبی هستن؟ اینا هم برای ما توضیح بدید. قایق امسالمون تقریبا دو برابر پارسال جمعیت داره، حدود 80-85 نفر مهمان روی قایق هستن و خب متاسفانه جامون محدوده، وگرنه تعداد درخواست ها از این هم بیشتر بود. طیف های مختلفی هستن، از قشرهای مختلف هم جنسگرا، دو جنسگرا، تراجنسی و کویر حضور دارن، اما فقط به اینها خاتمه پیدا نمی کنه. حامیان حقوق LGBT که خودشون دیگر جنسگرا هستن هم روی قایق با ما هستن. اکثر قایق ایرانیه ولی ما مهمانهای خارجی هم داریم. رام جان بیا یه ذره حالا ما از قایق یکم فاصله بگیریم. یه سری سوالای کلی‌تر هم من دارم از شما. برای مثال اینکه ما در رسانه با یک موزل حالا یا مسئله روبرو هستیم که جامعه LGBTQ+ ایرانی رو ما باید با چه نامی مورد خطاب قرار بدیم؟ عده‌ای از کلمه دگرباش استفاده میکنن، عده‌ای از جامعه رنگین کمانی و چیزهای دیگه.
شما به عنوان کسی که یکی از فعالان این عرصه هستین، توضیحتون چیه و ترجیحتون چیه که این جامعه در رسانه با چه عنوانی مورد خطاب قرار بگیره و اگه میشه دلیلش هم برای ما بگید؟ درست. ببینید، این بحث خیلی طولانیه، بحث جدیدی هم نیست. از گذشته مشخص بود که ما به یک واژه در این زمینه احتیاج داریم. اول همه به اسم، خب قدیم ها فقط همجنس باز میشناختن و خب این تغییر کرد و به مرور زمان تبدیل شد به همجنس گرا که بار توهین آمیز کمتری داره. ولی خب همجنس گرایان فقط یک دسته از اقلیت های جنسی یا کسانی که در واقع مجاریتی جامعه نیستن، عمومیت جامعه نیستن رو تشکیل میدن. ما دو جنس گرایان رو داریم، تراجنسیتی ها رو داریم، بینا جنسی ها رو داریم، آسکچوال ها یا کسانی که میل جنسی ندارن رو داریم و خب همه اینها شاخه های مختلف LGBTIQ+ هستن. خود ما در بنیاد ژوپیا واژه کویر رو استفاده می‌کنیم که چتری هست بر سر تمام این دسته های مختلف و دلیل استفادهمون هم از این هست که دوست نداریم که حتی بین خودمون این دسته بندی ها خیلی ما رو از هم دور کنه. دوست داریم که هممون با هم و در کنار هم برای حقوقمون تلاش کنیم. میگیم هممون یک رنگیم و باید همدیگر رو بپذیریم با تفاوت هامون. اما استفاده از واژه های دیگه هم الزاماً چیز بدی نیست. یعنی تا وقتی که شما هدفتون توهین کردن نباشه، تا وقتی که نخواهید سرکوبی رو انجام بدید، مهم نیست در واقع از چه واژه ای استفاده میکنید. اما گفتم خود ما از واژه کویر استفاده میکنیم. حدوداً 12 سال پیش بود که رئیس جمهور پیشین ایران آقای احمدی نژاد در یک جلسه که در دانشگاه کلمبیا در نیویورک حضور داشت و سخنرانی میکرد، به کل وجود جامعه همجنسگرا در ایران رو تکذیب کرد و گفت در ایران ما همجنسگران نداریم یا در ایران همجنسگرا وجود ندارد. به نظر شما فعالیت هایی از جمله فعالیت هایی که شما و سازمانتون جوپیا انجام میده تا چه اندازه باعث شده که جامعه LGBTQ+ ایرانی یا کویرهای ایرانی در این 12 سال در راستای اون مرئیت یا ویزیبیلیتی بیشتر دیده بشن و رهبران جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، وزیر خارجه و کسایی که توی مجامع بین‌المللی شرکت میکنن دیگه نتونن این گروه رو انکار کنن؟ آیا فکر میکنین اصلا تأثیری داشته این کارهای شما؟ ببینید، اون سخنرانی یک نقطه عطفی در واقع فعالیت های کل فعالان کویر بود. دلیلش همین بود که ما از قبل فعال بودیم و داشتیم کار میکردیم، اما اون نقطه به ما در واقع تلنگری زد که ما نه تنها باید برای اینکه جامعه پذیرش پیدا کنه فعالیت کنیم، حتی باید فعالیت کنیم که اول از همه به دولت مردان بگیم که اصلا ما وجود داریم، ما حضور داریم، ما هستیم و اینجور نیستش که یه دفعه چون دیده نشدیم به این مفهوم باشه که اصلا وجود نداریم. فعالیت های سازمان های مختلف در این چند سال به شدت کمک کرده در این زمینه، کما اینکه در سخنرانی های بعدی خود آقای احمدی نژاد این سوال دوباره پرسیده شد و دیدیم که جوابشون تغییر کرد. یعنی دیگه نگفتن نداریم، نوع پاسخ دادنشون تغییر کرد. ما در سخنان رهبر جمهوری اسلامی داریم میبینیم که از واژه همجنس باز که 12 سال پیش استفاده میکردن الان از واژه همجنس گرا استفاده میکنن. اینا همش از همین فعالیت های سازمان های مختلف LGBT هستش که اتفاق میفته. بی تأثیر نیست و اتفاقا خیلی هم تأثیر داره. در پایان به عنوان اینکه بخوایم پیامی بدین برای جامعه LGBTQ به خصوص اونایی که در ایران هستن و نمیتونن برخلاف میلشون سوار قایق جامعه کویر ایرانی در هلند بشن، اگر دوست دارین میتونین پیامی بدین و اعلام کنین که اگر نماینده اونا هم در این رژه هستید. حقیقتا هستیم. سال اول یک ما قایقمون اجازه پیدا نکرد بره و من به شدت به شخص ناامید بودم اون لحظه. تنها چیزی که من رو امیدوار کرد به ادامه اون لحظه ای که قایق وایستاد و ما اجازه پیدا نکردیم بریم، این بود که چند نفر
کامینگ اوت کردن اونجا و آشکارسازی کردن هویت جنسیشون رو و هویت جنسیتیشون رو و گرایش جنسیشون. اینقدر این اتفاق برای من میمون و اثر بخش بود که به شخص انرژی بود که من ادامه بدم و این فعالیت ها ادامه پیدا کنم. من نمیتونم بگم که نماینده همه جامعه LGBT هستم، ولی یک چیز رو میتونم بگم که هدف اصلی ما از شرکت در رژه افتخار این نیست که پارتی کنیم، این نیست که برقصیم. در واقع اینیم که بگیم هستیم و وجود داریم و حضور داریم، با همه سختی ها صدامون رو به جامعه میرسونیم. امیدوارم که شما هم بتونین حداقل این حرکت رو به عنوان یک هدیه کوچیک ببینید. خیلی متشکرم رام جان، امیدوارم که رژه و پراید خوبی رو در پیش داشته باشید. خیلی متشکرم، ممنون.